اعلامیه مطبوعاتی ترکمن های دون شمال. ترکمن ها یکی از اقوامی است که در کنار سایر اقوام با عزت افغانستان زندگی مسالمت آمیز داشته و در رشد و بالندگی این کشور نقش بازی کردند. اما متاسفانه تا هنوز مورد بی‌مهری نمایندگان و حکومت مرکزی در ولایت بلخ قرار گرفته و کمتر به مشکلات این قوم رسیدگی می شود. ترکمنان جمعیت قابل ملاحظه ولایت بلخ را تشکیل می دهد ولی در بدنه سیاسی و رسمی ادارات دولتی ولایت بلخ دیده نمی شوند. افزون بر آن حذف و کنار داده شدن ادارات حکومتی از یک سو و از جانب دیگر جنایات نابخشودنی از قبیل زورگویی و اختطاف، غصب و غیره علیه این قوم از سوی دورمندان مسلح با شدت ادامه دارد. از چندین سال بدین سو مردم ما در اعتراض به عدم رسیدگی به شکایاتشان اعلامیه مطبوعاتی حرکت های چندین هزار نفری مدنی برفای خیمه های تحسن و مسدود ساختن سرک های مواصلاتی بنادر مشکلاتشان را بر اساس قوانین کشور بیان داشته که همه مردم ولایت شمال کشور شاهد آن است. اینک نیز مردم ما به ادامه دادخواهی های قبلیشان در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولین حکومت در ولایت شمال کشور نشست مطبوعاتی تاریخی نوبر 5/1400 را در شهر مدار شریف برگزار می نمایند. ما تأکید می نماییم تا در قسمت تأمین امنیت جان و مال و حقوق مدنی و سیاسی ما در این کشور توجه صورت گیرد. بدین اساس ما از حکومت افغانستان می خواهیم تا با خواستهای مشروع و بر حق ما که در ذیل شرح داده می شود اقدام کند. یک، جلوگیری از دست های پیدا و پنهانی که به صورت آشکار با استفاده از قدرت و موقف رسمیشان در برابر این قوم دسیسه و قدرت نمایی می کند. دو، رهایی عبدالرؤوف طفل معصوم و شناسایی و 5 قانون سفرده شدن عاملین اصلی اختطاف وی یکی از خواست های اساسی قوم ترکمن می باشد. با تأسف در این اواخر محمد نبی پدر طفل ربوده شده به آدرس اشخاص متنفذ و شخصیت های خیر جامعه نیز اتهام می زند که این عمل موصوف آبروریزی و با حیثیت دیگران بازی کردن است. بناهن از حکومت می خواهیم تا با اتکا به شواهد و دلایل معتبر در همچو موارد بر اساس قوانین نافذه اقدام نمایند تا از بازی با حیثیت دیگران جلوگیری شود. 3. در ولایت بلخ ترکمنان اکثریت جمعیت آنجا را شکل می دهد اما هیچ در بدنه حکومت محلی دیدن نمی شود. لطفاً کادرهای ترکمنان را نیز در ساختار ادارات حکومت محلی بلخ دخیل کنید در ثبات و رشد این کشور سهم شود. مشکلات ما شما از ما که بیشتر می فهمید که چون رسانه ها آواز ملت است و خاصتاً هم از شما تشکر می کنیم که همیشه آواز این ملت با درستی و صحیح به ملت رساندین. اما گوش شنوا نبود، او علایده یک موضوع است. اساسی موضوع ما ای است که ما ملت ترکمن همیشه گفتیم که ما تنها دادخواهی ما حق خود ما، حق ملت ما، باشنده ای که مزار شریف هستیم، چون تا هنوز اما حق پایمال میشه اما نمیرسه. امروزم از خاطر که شما را کلگی رسانه را زحمت دادیم ای است که ما باز در یک توطئه کلان بند ماندیم، چون هیچ وقت از حکومت مرکزی خواستیم اما امروزم از حکومت مرکزی می خواهیم که در داد ما برسد. داد شما مشخصا چیست که حکومت مرکزی باید به او داد برسد؟ داد ما مشخصا همی است که نارسه هایی که در حکومت است. مثلا امروز می بینین در اینجا ما 7 دانه جوان خود را به زمین دادیم از خاطر وطن پرستی خود، از خاطر وطن خود نجات بتیم، اما در این روزم
آمده همراه ما غم شیرکی کنند، همراه ما آمده یک دعا بخوانند، توطیه می کنند که نه این ملت نگرفته، اینی گرفته، آن گرفته، این گرفته. پس هم در حق امو مرد جوانی که رفته در سنگر جان خود داده، هم مرد جوانی که در سنگر رز میده، امروز هم در علی از او توطیه می کنند که ای دای از ولایت نیست، ای دای ولایت خدمت نکده، یک عالم جنجال دیگه. حالا استاد محمد فرهاد عظیمی والی بلخ پس از رهایی کلدار از چنگال راسفگنا از نزدیک آمد با جمع از مقامات، دلجویی نکرد از مردم اونجا، از کسایی در اونجا جنگ بودن؟ هیچگاه دلجویی نکرده. بعد از او هم در فیسبوک خود نوشته کرده که اینجا توسط نیروهای فلانی نگفته، خاصتاً گفته که ایره حکومت با... چی کرده؟ در حکومت هم گفته ما تشویم. شما طرفدار حکومت نیستیم؟ ما بالکل طرفدار حکومت هستیم. اگر طرفدار حکومت که هستیم، نیروی شما و نیروی حکومت یکسان نیست با باورتان؟ شما مدافع حکومت نیستیم؟ بالکل مدافع حکومت هستیم، اما مدافع حکومت نباشیم. ما در ولایت بلق اولین کسی هستیم که در یک اولسوالی را نجات دادیم، اما امروز هم اولسوالی های دیگر هم نجات میدیم. اما از والی صاحب این تقاضا را دادیم که در اولسوال در خانی ما آمده، در اولسوالی کلدار آمده، از دیگه اما ملیت طرفداری نکرده، واقعیت همونجا بیان میکرد، اما واقعیت بیان نکرد. اما روزی که همونجا رفت، همونجا دیگه افراد را کلش تحسین کرد. یک دفعه میگفت که همونجا را فتح کرده که قومندان بیایا، امورم یک دفعه که چهار تا قوم ترکمن که دیدم آمد، ندیدم روز. بعد از که وزیر دفاع آمد، اون روز آمده، اون روز باز، امروز روز هم توهین کرد آمد. گفت از ای دبلانی هیچ تعلق داره گفت. در کدام از مشخصن؟ مشخصن در جنبش گفت. دهن خودش بود، دهن فرهاد عظیمی همی کلمه را گفت. و ای در پیشری وزیر دفاع آقای عظیمی گفت؟ گفت. در جنبش تعلق داره؟ تعلق داره گفت. حالا تعلق داشتن به یک اسم گناه نیست؟ گناه این مسلم اینه میگه تعلق داره اما در دفاع از کلدار نقش داشته. اینه میگه تأسف داره که اما تأسف خود اداره کرده نمیتونه، چون 20 سال از وزیر قبل ازش همین ملت نگاه کرده، بازم خیال داره که نگاه کنه. حالا آقای عظیمی خود تازه از ششخ ماه شده والی بلخ شده، قرار نیست که 20 سال گذشته نقش داشته باشه؟ در 20 سال گذشته نقش اساسی را درباره ترکمن فرهاد عظیمی داره، چون دو دوره رئیس شورای ولایتی بلخ بود. یک دوره رئیس شورای ولایتی بلخ بود، اما یک دوره مکمل اساسی بخش اونم بازی کرد. ما ترکمن مرا گفته که اینا قومگرا هست و بجز از چند نفر وکیل صاحب اولوسی جرگه کسی دیگه برشان خدمت نکرد. البته در رابطه با این مسئله عبدالرؤوف جانی که فعلا در قید اختطافچی ها قرار داره، می خواهیم که در این قضیه کمی بر شما روشنی بتم. یافته های امنیت ملی نشان می ده در اول که یک مشکل فامیلی بوده، مشکل فامیلی بوده، این تبدیل شده به یک مشکل سیاسی و کسی که طفلش اختطاف شده سر یکی از اقارب خود فامیل خودش ادعا داره و او طرف مقابل اینطور فکر میکنه که دولت در حقیقت امی پدر اختطاف شده را تعریف میکنه و او خاطر اینجا گفتن که مرا گفتن قوم‌گرا، در حالی که من در ولسی جرگه وقتی در پارلمان بودم از 13700 رای فکر میکنم که 4100 رای تنها از ترکمنا گرفته بود، از ولسوالی کلدار و شورتیپا و دولت آباد و دیگه جایا. همکارای عزیزم در شورای ولایتی اینجا وجود داره، جناب قاری صاحب عبدالرؤوف امیری، زیادترین سفرها را ما در امون ولسوالی های ترکمن نشین داشتیم، البته در چارکند هم آمدیم. ولی مشکل در چی است که دولت ما قادر به این نشد که این طفل از چنگ اختطافچی ها رها بکنه، بنان در این قسمت سرافگنده هستیم پیش مردم ما. با فیسبوک های مستعار پدر اختطافچی یک کس دیگر سر عکسش چلیپا میکشه، او طرف مقابل اینا را سر عکسشان چلیپا میکشه. کسایی که در اون خیمه وجود داره نسب از اینا را یه نسب دیگرشان میگه که این بچه خیانتکار است، ایتر است، ایتر است. ما در یک نزای بین القومی قرار گرفتیم،
امیدوار هستم که رئیس به اهمیت اینجا وجود داره هستن اینجا امی گپای ما را تایید بکنن. ما در خیمه رفتیم، تلاش کردیم، 20-30 عملیات انجام دادیم. رئیس عبدالخالق خان اینجا وجود داره، بعضی سرگروپ های از اینا را ما رفتیم خانه هایشان را تلاشی کردیم که از ما خفت آبال هستن. آجی سیم غوث الدین خب وان در تلویزیون ها گفت که به خاطر یک طفل که اختطاف شده چندین نفر تا بال خانایش تلاشی شده و حتی نفر کشته شده در اونجا. این دوسیه را معول کردیم به دولت مرکزی. رئیس به جمهور شخصا خودشان این دوسیه را بررسی میکردن. ما اون سایب اول رئیس به عمومی امنیت ملی حیاتای کابل تا سطح رئیس عمومی و تا بوینا در اینجا آمدن تلاش کردن. بالاخره چیزی نتیجه چون امروز ما نگرفتیم ما ناکام هستیم، میره میپذیریم. ولی ای که ما قومگرا بوده باشیم، یک قوم نسبت به قوم دیگه ترجیح بتیم، یک عزب نسبت به عزب دیگه ترجیح بتیم، هیچ نوع علاقه مندی در این خصوص نداریم و این نیت هم نداریم. در این شک نیست که به یک عزب مربوط هستیم، ولی فعلا اگر ما به حزب جمعیت مربوط هستم، ولی والی ولایت بلخ هستم که در اینجا حزب جنبش هم وجود داره، حزب وحدت هم وجود داره، حزب حرکت هم وجود داره، تمام عزیزا اقوام مختلف در اینجا وجود داره. پیش ما و همکارای ما هیچ ملاحظه به جز از مردم ما، وطن ما و منافع ملی ما چیز دیگه به نام قوم، حزب، زبان و تبار وجود نداشت. ما به برادرای ترکمنای عزیز خود، قوم بسیار شریف ترکمن خود، از آدرس خودم و همکارای گرامی ما اطمینان میتیم که ما در کنار همه مردم افغانستان هستیم. ما نفرین میفرستیم آنانی که در حقیقت به نام این آن ما را از هم متفرق میسازیم. عبدالرؤوف جان قضیش تقریبا 9 ماه شد، نزدیک به 9 ماه شد در ولایت بلخ. آنچه که جناب والی صاحب بود چیزایی که لازم بود، قرآن مجید گفته آیه مبارک است که بسم الله الرحمن الرحیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی هر کس به اندازه توانش. ما میخوایم بگویم برای قوم شریف ترکمن، ما با همکارای ما چیزی که در توان ما بوده او را انجام دادیم. اما ای که گفته جناب والی صاحب، ما هم شرمنده هستیم، ناکام هستیم در پیدا کردنش. این را اعتراف بکنیم، باید مردانه اعتراف بکنیم و در حضور مردم خود و ازشان این حق هم دارن که معذرت بگن، معذرت هم میخواییم. چیزایی که در توان ما و حتی وکلای محترم رئیس خالق خان بوده با جمعی از وکل صاحبای محترم پارلمان آمدن هیئت در این راستا تحقیقات لازم ما کردیم،